وقتی قایق با اصابت به صخره‌های نزدیک به سواحل لامپیدوسا در هم می شکند، مهاجرین برای حفظ جان خود را در آب می افکنند. گروه های نجات ایتالوی همراه با ماهیگیران محلی یک زنجیره انسانی را برای کمک به مهاجرین و انتقالشان به خشکه تشکیل دادند. در میان مسافرین زنان باردار و حتی کودکان هستند که به امید و انتظار کمک غواصان گارد ساحلی در زیر امواج آب بحر دست و پا می زنند. صدای امریکا با عده از مهاجرینی که در یک مرکز به طور موقت نگه داشته شده بودند صحبت نمود. یک تن از آنها دلیل سفر پر مخاطره اش را از ترابلس پایتخت لیبیا شرح می دهد. از برادرم که در اینجاست بپرس. آنها به خانه ما حمله کردند. او را لات و کوب نمودند به اندازه ای که بیهوش شد و ما او را به شفاخانه بردیم که مدت دو ماه در آنجا بود و پس از مرخصیش تن به این سفر دادیم. یک تن از مهاجرین دیگر می گوید هیچ امنیتی وجود ندارد. اوضاع در سراسر کشور چنان وخیم است که ما مجبور به ترک آن شدیم. لیبیا یک فاجعه است. زمانی که کشتی مهاجرین به لامپیدوسا نزدیک می شد، عرشه آن شکست و در تاریکی مطلق سرنشینان آن به دست امواج متلاطم بحر سپرده شدند. بسیاری از وسایل آنها برای سنگ ها پراگنده شده است، مانند دوا، یک نسخه از قرآن و حتی پاسپورت و کارت هویت پاره شده متعلق به یک شهروند نایجیریایی به نظر می خورد. مقامات ایتالیا می گویند مهاجرین هر گونه سند هویت را دور می اندازند تا در اروپا بتوانند پناهندگی سیاسی به دست دارند. آنها ادعا می کنند که از یک منطقه درگیر معزله مانند ساحل آج آمده اند. لامپیدوسا صرف 200 کیلومتر از سواحل تونس فاصله دارد. امسال بیش از 30,000 تن از مهاجرین تاکنون به اینجا آمدند. قایق‌های آنها که قبلا غرق شده بود اکنون در بندر سواحل محکم شده اند. در ابتدا اکثر مهاجرین تونسی بودند که پس از انقلاب با سوء استفاده از وقت و با عدم گشت و گذار گاردهای ساحلی به دنبال یک حیات تازه در اروپا از آنجا عبور می کردند. در طی یک ماه گذشته اکثریت کارگران از لیبیا به خاطر خشونت‌های اخیر فرار کردند که بیشتر آنها از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، بنگلادش و پاکستانند. آنتونیو مورانا، فرمانده گارد ساحلی این جزیره میگوید از ماه فوریه تا کنون بیش از 300 عملیات نجات را نظارت و سرپرستی کرده است. این عملیات خطرناک و بسیار پیچیده است. به طور معمول قایق‌ها بین 20 تا 25 متر طول باید حدود 50 نفر را حمل نماید، اما اکنون 800 تن در این کشتی جا گرفتند. اگر شرایط جوی مساعد نباشد بسیار خطرناک است. دو روز بعد از واژگونی و در هم شکستن قایق مهاجرین به اثر تصادم به صخره ها، گروه غواصان زیر دریایی سه جسد را یافتند که در تی بحر و در میان ریگ ها گیر مانده بود. با وجود خطرات ناشی از این گونه سفرها، مقامات ایتالوی آمادگی های لازم را برای مهاجرین بیشتر که در ماه‌های آینده به جزیره لامپیدوسا میرسند در نظر گرفته است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.